خدمت عرض کنم که یه افکار دیوونگی طور تو به ما بگو. اگر من کسی اگه که تقریبا چیزی عصبیم نمیکنه. نه اون عصبی بودن رو نمیگم. نه خب نه، یه کاری که دوست داری انجام بدی ولی نمیشه، چیزی داری تو ذهنت؟ مثلا یه بی‌پروایی خاصی یا یه حرکتی بزنی که شاید اگه انجام بدی مثلا بگیرن بندازن زندان مثلا میگم. چرا مثلا دیوونه بازی که خیلی زیاد دارم، مگه میشه اصلا آدم دیوانگی نکنه؟ مثلا بعضی موقع واقعا دوست دارم داد بزنم، عربده بکشم. به خدا کجا؟ تو خیابون که داریم با سرعت میریم، مثلا من اگه کمک راننده باشم وقتی هوا خنکه دادم شیشه رو پایین عربده بکشم. حس خوبی میده داد زدن. به نظرم تخریب. خیلی دوستان تجویز میکنن، میگن برید رکوع، رو بلندی، جایی که حالا صدا هم اذیت نمیکنه، صدا به صدایی نمیرسه، با تمام وجودتون فریاد بزنید. آره. اصلا بعدو بیرا بگی خودتو خالی کن. به جایی که بیای تو ماشین با ماشین بغلی دعوا کنی. آره. و اینکه مثلا خب دیوونگی خیلی زیاد دارم، مثلا دوست دارم کاریکاتور اینا اونو بکشن. نقاشیت خوبه؟ نه ولی خیلی دوست داری نقاشیت خوب نیست بکشید کاریکاتور میشه دیگه. خوش خطم ولی همون. مثلا دوست دارم مثلا با یکی داره با هم حرف میزنه آروم یه قلم کاغذ بردارم یه عکسی ازش بکشم بهش بدم بخندیم. ولی دوران مدرسه چی میکشیدی همش؟ چون من یه چیزی رو همش میکشیدم. من دوران مدرسه یه دفعه نقاشیم بدک نبود، خطم خب خیلی خوب بود، یعنی ارسی ما خطمون خوبه کلا، ولی نقاشی آنچنان نه. بعد یه دوره مسابقه نقاشی بود، بعد خیلی رقیبا جدی داشتم، تمرین کردم عکس سعدی رو بکشم، بعد اونقدر بد کشیدم که با تیمور لنگ و اینا اشتباه شد. خلاصه مسابقه. چرا سعدی بزرگ شروع کردی؟ آره از بابا طاهر اوریان شروع میکردی که اگر صورتش هم خوب نمیکشیدی شاید. آره ولی در صورت سعی کردم سعدی رو بکشم، خوب نشد واقعا. سعدی عزیز روحت شاد. آره من از طرف حامد جان ازت عذرخواهی میکنم. بعد نظر من خب بزرگترین ادیبه، چون تو خیلی دوستش داشتی سعی کردی بکشی دیگه. نه همینطوری علاقه نداشتی بسن. تو یه چیز آره تو خب ولش کن. آره روی این بوستان و اینا عکسش بود آدم در... یعنی بود دیگه حضورش. آره.